Hello everyone, this is Borna Kotter, Ronnie from Melbourne, Australia. Hope you're doing fine. First of all, again, thank you so very much for all your lovely comments and messages regarding of my live shows here on Instagram. And I've started already answering your questions, but you need to be patient with me. Thank you. Tonight, I'm going to have a conversation with Aydin Olian Nasab, who was born in Iran in 1975. He started learning music in 1984 with Iranian instrument tar, and for 9 years studied basic and advanced courses including traditional music and radif with professors such as Jamal Samavati, Zaidullah Tului, Arshad Tahmasbi, Hossein Alizadeh, and Daryush Talai. In 1999, after he heard the release of Tar solo album Dar Gozar, began studying classical piano at the Conservatory of Tehran with professors such as Dr. Catherine Arifi, Tengiz Shavlu Khashvili, and Hanush Makarian. He then attended their classes. After graduating from the Tehran Conservatory, Aydin entered the Komitsa Conservatory in Armenia, where he continued his studies with professors such as Sufia Mikhailian and Sarkoj Sarajian. After returning to Iran, he taught specialized tar and sitar, specialized and general piano, as well as courses such as orchestration, group music playing, and writing the music notes at Tehran University of Arts and Gilan State University. Among his works, I can mention Tar solo albums Dar Gozar, Sargashte, Radepa, and etc., and which is the performance of his own works. The entire conversation with Aydin is going to be in my mother tongue Farsi. If you're interested to find out about Aydin, you can go to his Instagram page and figure out more about him. Thank you. دوستان از فارسی زمان سلام، من برنا کازرانی هستم از شهر ملبورن کشور استرالیا. امیدوارم که خوب باشین. امشب میخوام با آیدین اولیان نسب صحبت کنم. او در سال 1354 در تهران متولد شد. او فراگیری موسیقی را در سال 1363 با ساز تار شروع کرد و به مدت 9 سال نزد اساتیدی همچون جمال سماواتی، زیدالله طلویی، آرشاد طهماسبی، حسین علیزاده و داریوش طلایی دوره های مقدماتی و عالی از جمله ردیف های موسیقی سنتی را فرا گرفت. وی در سال 1378 پس از انتشار آلبوم تکنوازی تار به اسم درگذر شروع به تحصیل در رشته پیانوی کلاسیک در کنسرواتوار تهران نمود و در این دوره با اساتیدی همچون دکتر کاترین عارفی، تنگیز شاولو خاشویری و هاینوش مکاریان آشنا شد و در کلاس‌های آنها حضور یافت. آیدین اولیان نسب پس از اتمام کنسرواتوار تهران وارد کنسرواتوار کومیتاس در کشور ارمنستان شد و در آنجا زیر نظر اساتیدی چون سوفیا میکایلیان و سرگوچ سارجیان به تحصیل ادامه داد. بعد از بازگشت به ایران در دانشگاه هنر تهران و دانشگاه دولتی گیلان به تدریس تار و ستار تخصصی، پیانوی تخصصی و عمومی و همچون دروسی از قبیل ارکستراسیون، گروه نوازی، نوت‌نگاری و غیره مشغول شد. از آثار اون میتوان به آلبوم‌های تکنوازی تار درگذر، سرگشته، ردپا و غیره اشاره کرد که اجرای آثار خود ایشان میباشد. اجازه بدید من از آیدین دعوت بکنم که برای گفتگو به من ملحق شه. آیدین جان سلام عزیزم، چطوری؟ قربونتون برم، خیلی شما بشم. سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان عزیزی که این مصاحبه رو میبینن. خیلی ممنون از شما. حال شما چطوره؟ قربونتون برم، خیلی شما بشم. مرسی. دوست داشتی اون چیزی که اولش نشون دادم؟ بله بله. ببین من خیلی سوال دارم، سوال هم الان شروع شده که دارم میفرستن و اگر ما فرصت بکنیم حتما میریم به سمت سوال.
تو هنرمندی هستی که من مطمئن هستم وقتی که خودت رو شناختی و موسیقی رو هم شناختی، یعنی زمانی که شروع کردی بفهمی که اصلا کی هستی، زمانی بودی که تو شروع به ارتباط حسی و عمیقی بین خودت و موسیقی کردی. داستان تو از این قضیه برای من جالب بود که دوست داشتم باهات گفتگو بکنم، که تو هم رشته سنتی تحصیل و فعالیت کردی و هم در رشته کلاسیک، و خب این خیلی کم پیش میاد که آرتیستی اینقدر همزمان این دوتا رو بتونه انجام بده. برای من راجب نقطه شروع و ارتباطت بین دو ساز سنتی مثل حالا تار و ستار و همزمان پیانوی کلاسیک صحبت کن. بله خواهش میکنم. فقط یه خورده بلند. بله. ببینید من اینجوری نبوده که اول موسیقی سنتی رو انتخاب کنم بعد به یه نقطه‌ای برسیم که بخوام مثلا حالا موسیقی کلاسیک یا موسیقی دیگه ای رو انتخاب کنم. اینا در حقیقت علاقه به این دوتا موسیقی از اول بود. از اول بود. حالا طبق اون نشانه گذاریه که برای خودم داشتم، فکر کنم 3 سالم بود که خیلی نسبت به سه سالم بود که نسبت به موسیقی خیلی چی میگن علاقمند شدم و یادمه که اصلا موزیک پاپ بود و ضبط رو یاد گرفته بودم که چجوری باهاش کار کنم و حالا موزیک گوش کنم، که اون ترک هم که اون موقع گوش میدادم الان هم به گوش همه آشناس و مشخصه که چیه، هنوز هم من اونا رو گوش میدم. ولی خب بعدش با موسیقی یعنی با شنیدن موسیقی سنتی و حالا علاوه خصوص بگم تار محمد رضا لطفی خیلی علاقمند شدم به تار، و از موقعی که من دوست داشتم تار بزنم، یعنی بروشور آلبوم ها رو نمیتونستم بخونم، یعنی یادم آلبومی بود چابوش 6 که الان به اسم سپیده هستش، من اینو شاید روزی چند بار گوش میدادم و چون توی بروشورم نمیتونستم بخونم دیگه، میگفتم بزرگتره برام بخونن که کی ساخته اینو، اینی که میزنن چیه و اینا، که دیگه اونجا خب آهنگساز و تکنواز تار و سرپرست گروه محمد رضا لطفی بود و اینکه شیفته صدای سازش و قطعاتش شدم و گفتم که دوست دارم من تار بزنم. ولی 3-4 سال گذشت اون موقع تا تار تهیه کنن برای من. اون موقع تقریبا سال شاید بگم سال 59-60 بود که من ابراز علاقه کردم، ولی سال 63 تونستیم مثلا تار تهیه کنیم و من سال 63 شروع کردم تار زدن. ولی همزمان گوش دادن و علاقه به موسیقی دیگه هم همینطور بود با فراگیری تار. بله بهش میرسم، چون یه چیزی که خیلی ها نمیدونن و من کشف کردم و فکر میکنم چند نفرم کشف کردن از کارهایی که تو انجام میدی، خیلی اون سیستم و سبکی که تو اصلا خیلی پرتر از این قضایی ها هستش، مثل رده های متالیکا و این چیزا توه. حالا ممنون از توجهتون، ولی خب آره چون من این موزیکم خیلی گوش میدادم، یعنی تقریبا از نوجوانی موزیک راک گوش میدادم، متال گوش میدادم، هیوی متال گوش میدادم، بالاخره بود و گوش میدادم و این تاثیر خودشو میذاشت رو سازنم. ولی چیزی که باعث شده حالا ممکنه که من خودم حالا این جواب این سوالو میدم که شاید بگین که چرا پس توی تولیداتت نپرداختی به اون قسمت از موزیک، چرا نپرداختی به اون قسمت؟ ببینید اولا این که دوست نداشتم که از یه شاخه به یه شاخه دیگه برم و وقتی به نتیجه نرسیدم دوباره برم یک راه دیگه رو شروع کنم، و همینطور یادمه که پدر مادرم از جمله در خصوص مادرم به هم گفتش که ببین یه چیزی انتخاب میکنی دیگه تو همون راه برو و سعی کن که تو همون راه موفق باشی. حالا نمیگم موفق بودم، ولی خب این نصیحت رو کرد و حرف به جایی هم بود و من گفتم که اگه تار رو انتخاب کردم و اون موقع به زحمت تار تهیه کردم، مثل الان نبود که خیلی راحت بشه بری شما یه ساز تهیه کنی، کلی طول کشن ساختن اون سازو برای من چون جسم هم کوچیک‌تر بود دیگه، من دیگه تار رو ادامه دادم و اون علایقم بود به موسیقی دیگه، به موسیقی سنتی هم بود خیلی زیاد، و
جایی که من شروع کردم، یعنی دیگه رفتم سراغ پیانوی کلاسیک، چون اصلا تحصیلاتم، حالا شما فرمودین من تحصیلاتم موسیقی کلاسیکه، یعنی پیانو کلاسیکه، یعنی تار رو من فقط کلاس رفتم و البته خیلی زیاد از روی محتوای شنیداریم یاد گرفتم، یعنی گوش دادم به آلبوم ها و آثار گذشتگان و معاصری. من موقعی رفتم سراغ پیانو کلاسیک که اولین آلبومم رو که درگذر، که حالا توی بیوگرافی هم گفتین، اولین آلبوم که دارم اینو شرط کرده بودم برای خودم که این اولین آلبوم تکنوازی رو بدم، حالا با استانداردهای ذهنی اون موقع هم، حالا اشکال و اینا هم داشت و هر چی که بود، و بعد دیگه پیانو رو شروع کردم، ولی همچنان تار رو ادامه میدم و اونم در کنارش. اوکی. پس من آره متوجه شدم، چون حتی اون فیلمی هم که من داشتم میدیدم انقدر قشنگ داشتی و حرفه‌ای داشتی این کار انجام میدادی که خودم بارها و بارها اون چند سالته توی اون ببینید اونجا فکر میکنم سال 68-69، حالا مثلا 69 حساب بکنیم من 14 سالم بود، 68 حساب کنیم 13 سالم بود. منم 4 سالم بود. خب ببین، من وقتی به کارهای تو نگاه میکنم به عنوان کسی که اصلا تجربه کافی در مورد موسیقی سنتی و کلاسیک نداره، همیشه میگم من شنونده خوبی هستم، میتونم بفهمم راجع به این قضیه و بسیار مشتاق به دیدن و شنیدن کارهات آدم رو میکنه. در کنار این قضیه، تو زیر نظر استادان بسیار به نامی که حالا خودت هم شدی یکی از اون استادها موسیقی رو یاد گرفتی و درس میدی، چالش تدریس بین یاد دادن موسیقی و سنتی و کلاسیک در چیه؟ ببینید الان برای روش تدریس خود من چالشی عملا وجود نداره. Okay. چون مسلماً من بخش زیادی از سبک تدریس موسیقی سنتی بر مبنای موسیقی کلاسیکه، چون هم آدمای بیشتری روش کار کردن، تجربه کردن، هم سالیان خیلی زیادی بوده، موسیقی کلاسیک ریشش خیلی زیاد بوده و آدمای تقریباً چی میگن نابغه‌ای اومدن روی این قضیه کار کردن، چه در زمینه آموزشش چه در زمینه بقیه علومش. و من سعی کنم، البته نادیده هم نمیگیریم وضعیتی که توی موسیقی سنتی بوده، ولی خب موقعی که من دیگه بعد از اینکه وارد موسیقی کلاسیک شدم یه مقدار نحوه تدریسم عوض شد. اگه کلی بخوام بگم، میتونم بگم که هر نکته‌ای توی نوازندگی باید تدریس بشه به عنوان دیتیل یا دیتیل‌ها. باید هر نکته‌ای گفته بشه، یاد داده بشه، تمرین بشه و پس گرفته بشه توسط معلم و بعد از روش رد بشیم. البته این رو حالا به غیر از یه اعتقاد تو این مدت به عنوان یک تجربه نتیجه خوبی داده، ولی خب چالشی اگر بخوایم بگیم، چالش در رابطه با مخاطب میشه، یا کسی که میخواد یاد بگیره، درست میگه؟ بله، کسی که میخواد یاد بگیره به این روش آشنا نیست، مخصوصا اینکه اگر قبلا جایی کار کرده باشه، پیش استاد دیگه کار کرده باشه، یه دفعه دوچار یک شوکی میشه که سر هر نوتی، سر هر کوچکترین چیزی که توی استایل اون نوازنده باشه، اون هنرجو باشه، ما وای میستیم و رد نمیشیم ازش. و این ممکنه احساس کنه که کلاس خیلی سخت داره جلو میره و واقعا هم سخت میشه، واقعا هم سخت میشه، ولی خب اگه به نتیجهش اگه فکر کنیم به نظر من سخت نیست، ولی خب ممکنه همه اینجوری فکر کنن، ولی دوستان خیلی زیادی اتفاقا استقبال کردن از این مسئله و هنرجویان خیلی خوب، یعنی هنرجویی که چرخان دوستان خیلی خوبی من تو این زمینه کردم. فهم که اصلا آدم سختگیری نیستی اینجوری که من متوجه میشم. خیلی مشخصه. شما ببین، سوال من یه خورده طولانیه. طی سالیان گذشته ما نوازندگان و مدرسین بسیار خوبی در ایران داشتیم که متولد شدن. قبل از اینکه من برنامه‌ام رو شروع بکنم، اطلاعات من نسبت به این افراد که هر کدامشان واقعا یک پدیده هستن بی نهایت کم بوده، چون خب هیچ وقت در حیطه کاری من نبوده که بخوام اصلا وارد این قضیه بشم. اما تقریبا طی 70 خورده شب گذشته من با افراد زیادی گفتگو کردم که یکی از یکی بهتر، و سوالی که بر من پیش اومده اینه که چرا این افراد نیستند؟
چرا این افراد دیده نمیشند؟ چرا این افراد به بیرون از ایران نمیرن برای ارائه هنرشون؟ نه اینکه مهاجرت بکنن، برن برنامه بذارن و برگردن. چرا این افراد فقط خودشون رو محدود کردن به جامعه ایران و حالا تهران و درگیر و ترس گرفتن مجوز و اینا هست؟ صدا و هنر این افراد خیلی میتونه این بیشتر به نظر من شنیده بشه وقتی بر روی صحنه در خارج از ایران میرن. این ترس و این مانع چیه که نمیذاره این همه آرتیست و این همه هنرمند و نوازنده سنتی کار در حقیقت کسایی که تو کار موسیقی سنتی هستن بیان بیرون، روی این صحنه برن روی اون صحنه برن؟ میدونی چیه به نظر تو؟ یک انگار همه اینجوری گرفتن. خب ببینید، الان من با بخشی از صحبت شما موافقم. اون قسمتی که میگین که هنرمندای زیادی هستن، فوق‌العاده هستن، تو کارشون زحمت کشیدن، از کیفیت خیلی خوبی کارشون برخورداره، آره موافقم با این. ولی اون قسمتی که شما فرمودی که چرا نمیخوان دیده بشن، خیلی هم به نظر من اینجا شما با بالاخره همکارانم جست گریخته در ارتباط هستن. نگفتم چرا، نه نه نگفتم چرا نمیخوام دیده بشم، گفتم چرا دیده نمیشن. دیده نمیشن. آه. خب حالا این قسمت رو میذاریم که اینکه چرا دیده نمیشن. ببینید به نظر من بعیده که یک هنرمندی که اعتقاد به کار خودش داشته باشه نخواد دیده شه. خب و سعی نکنه. و من واقعا شاهد بودم که سعی داشتن که دیده بشن، کارشون رو ارائه بدن. و اینکه اگر که بخوان خارج از ایران یا حتی تو خود ایران کارشون رو ارائه بدن، نمیتونم خیلی رو مان، یعنی بهش بگم مانع. خب بهتره بهش بگم رابط، یا بهتره بهش بگم که چه کسانی میخوان که شما کنسرت بدیم، مثلا خارج از کشور رو میگم و داخل ایران نه. اتفاقا داخل ایران رو چون خود من همینجوری شروع کردم، یعنی داخل ایران رفتم گفتم که من میخوام کنسرت برم، سالان میخوام. گفتم نمونه کارتو بیار، نمونه کارو دادم و گفتم خب حالا باید بری مجوز بگیری. رفتیم دنبال مجوز، گفتم باید ثبت کنی و همه چی رفت جلو. من یعنی کسی به من نگفتش که بیا بزن، من خودم رفتم، همه مراحلش طی شد، به مرور زمان خب بالاخره شناخته شدم. ولی در رابطه با خارج از ایران، ببینید من الان میبینم که کسایی که خارج از ایران برنامه گذار هست، چون یکی نمیتونه همینجا راه بیفته بره خارج از ایران کنسرت به، شما بهتر میدونید، یعنی این اصلا واضحه. چرا میتونه؟ میتونه. در استرالیا رو من میدونم یک گروه موسیقی اگر جمع بشن نامه بفرستن به سفارت استرالیا و بعد بخوان برنامه رو اجرا بکنن، محیط ها و مجمع های فرهنگی وجود داره که خود اونها یعنی دعوت میکنن، میگن ما میخواییم بیاین، اونا براشون دعوت نامه میفرستن. خیلی خوبه. خیلی. آره من ببینید الان مثلا من خودم اینو نمیدونستم. اوکی. خب پس این یه شاید بگم عدم آگاهیه که به چه صورت باید همین. خود من الان اینو نمیدونستم. حالا بگید عدم آگاهی، تو اون تلاشم نمیبینی، میدونی؟ یعنی اون ببینید یه موقع میبینین که یه نوازنده برای اینکه همون کار گروه رو انجام بده، اون آدم ها رو جمع کنه، کار بسازه، تمرین کنه، انقدر انرژی میگیره، انقدر وقت، که این نیاز هست که یکی ساپورت بکنه یا یکی مدیریت بکنه سوای اون کار هنری که اون هنرمند داره انجام میده. در صورت من اینو بیشتر از اون کسی که، حالا البته این راهی که شما گفتین خیلی هم عالی، من خودم نمیدونستم، خیلی هم خوبه و الان اگه کسی هم این فیلم ها میبینه آگاه میشه که بسیار مجبه مجتمع های فرهنگی در این کشور وجود داره و از همه جای دنیا میان و همیشه برای من سوال بوده که خب چرا نمیان توی مثلا سالن مثلا ملبورن سمفونی ارکسترا که به غیر از کار ارکسترا مال مثلا موسیقی های فولکلوری کشورهای دیگر رو میان اجرا میکنن، چرا ایرانی ها رو نمیبینین؟ چرا ایرانی ها نمیان؟
میدونی، یعنی اینی که تو خیلی، یعنی همش فکر میکنن ترس از این نشدنه، ترس از این که این اتفاق آها اینه. بله 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 بخشی الان میخواستم بگم که شما خودتون گفتید. آخه آیرین تلاشم نیست، یعنی که من نباید اینو بگم، یه آدمی باید بگه بابا من در ایران انقدر مشکل به مشکل برمیخورم برای اینکه بخوام برم روی صحنه یک کنسرت رو اجرا بکنم، حالا به هر دلیلی، حالا به هر همه این موانعی که در حقیقت وجود داره که شما میدونین و حالا من خیلی کم در میدونم اونجا وجود داره، اینه که نامه می نویسن، مجتمع ها رو پیدا میکنن، میگن که ما میخوایم مثلا از توی تاریخ مارچ که مثلا برای ایرانی ها، برای نیویر ایرانی ها هستش، بخوایم بیان به مدت 15 روز، به مدت 5 شب، به مدت 4 شب کنسرت بزنیم. یک نامه تایپ میشه، میفرستن اونجا، برای شما دعوت نامه میفرستن، شما اونجا رو بوک میکنین و میایین و میزنین به همین راحتی. بله بله بسیار خوب. من خودم اینو نمیدونستم و کسی هم نشنیده بودم و اکثر کسایی که دیده بودم که رفته بودن خارج از ایران کنسرت داده بودن دعوت شده بودن. البته خدا هم چند بار رفتم، البته خیلی کم رفتم مثل حالا بقیه همکارانمون، البته چون من خودم رفتم، خیلی از همکاران من با خواننده یا با استاد دیگه ای رفتم. من هر چی که بوده، حالا نمیدونم اگر فعالیت منو زیر نظر داشته باشه، هر چی که بوده من خودم رفتم و اومدم، یعنی با کسی نرفتم. حالا شاید دوستانی همراه من اومدن ولی من خودم اقدام کرده بودم یا دعوت شده بودم. خیلی کم، اون چند بارم دعوت شده بودم و واقعا خود من نمیدونستم که به این شکل میتونه باشه. خب الان میدونین، ما که شما رو اینجا میبینیم. آره. خیلی راحته. خب ببین، مجموعه فعالیت های تو با تشکیل گروه اورانوس در کنسرت از سال 1393 آغاز شده و تعداد زیادی از آثار تو به صورت کنسرت در ایران و خارج از ایران برگزار شدند. و همچنین در سال 1398 با تأسیس اکادمی تخصصی موسیقی اورانوس همراه با محمد رضا آقای مهدیلو، مهدیلو به آموزش تخصصی موسیقی میپردازیم. به من علت اصلی تأسیس این مؤسسه علاوه بر تدریس چه چیز دیگه ای بوده؟ ببینید، اکثر هنرجوهایی که به من مراجعه میکردن یا تو دانشگاه من میدیدمشون، یه چیز مشترکی، حالا نمیگم بین تمامیشون ولی اکثرشون، یک مشکل مشترکی داشتن. اون هم این که ما، یعنی از 3-4 سال شما بگیرید تا 17-18 سال میگن ما داریم ساز میزنیم ولی یه دونه قطعه تا آخر نمیتونیم بزنیم، یه دونه قطعه نمیتونیم فیلم برداری کنیم، یا یه کنسرت نمیتونیم، یا یه جایی نمیتونیم، یعنی تولیدی داشته باشیم. و خب میگیم که کجا کار کردیم؟ اصلا خیلی هاشون دانشجو بودن، خیلی هاشون پیش اساتید بنامی کار کرده بودن. و وقتی که من میشستم مثلا میدیدم که خب اینا چیکار میکنن، میگفتم خب به تا میگفتم ساز بزنید ببینم مشکل چیه، یه سری مشکلاتی رو میدیدم که تقصیر خود اینا نبوده، نمیگم حالا تقصیر کسی بوده، ولی میدیدم که از خیلی چیزا اطلاع ندارن، خیلی چیزا رو آموزش داده نشده بهشون. و تصمیم گرفتم که، یعنی تصمیم داشتم که بالاخره یه انسجامی بدم. البته کلاسای خصوصی بود، توی آموزشگاه‌های مختلف بود و راستشو بخواین فکر اینو نمی‌کردم که یه جایی دیگه منسجم باشه که من خودم دیگه مدیریت داشته باشم و سازهای دیگر هم می‌دیدم که همین اتفاق براشون می‌افته. و بالاخره همون دوستم جناب مهدیلو پیشنهاد دادن و به کمک همدیگه تونستیم این آکادمی رو تأسیس کنیم که این چالش دیگه برای کسی که وارد اینجا میشه دیگه وجود نداشته باشه. یعنی از بعد که حتی اگر یک هنرجوی صفر میاد ولو ما سختگیری بکنیم و ایشون ادامه نده، بهتر از اینه که ما مثل بقیه جا عده زیادی رو بیاریم و هیچ کاری نتونیم بکنیم و بعد 3-4 سال همشون برن و هیچ خروجی نداشته باشن. خب حتی من میگم اگر
20 نفر اومدن، از این 20 نفر یک نفر موند، اون برای من ارزشمنده. البته جناب مهدیلو هم دقیقاً با من هم نظر بودن، نه اینکه من بهشون، ایشون اصلا خودش از مدت‌ها قبل این نظر رو داشت و ما وقتی که با هم آشنا شدیم و بالاخره تبادل افکار کردیم، دیدیم که هر دومون این نظر رو داریم و هدف اصلیمون اینه. و یه چیز دیگه هم این که احترام به هنرمند، حالا اینو الان من نمیتونم خیلی از توی یک مصاحبه به شما بگم، یه مقدار باید دیده بشه سبک کار ما. ببینید مثال دارم میگم، وقتی که یک بچه 7-8 ساله میخواد گیتار بزنه، سنتور بزنه، تار بزنه، که اون چیزه، وارد یک جایی میشه به عنوان یک آموزشگاه، خواهم ببینم چه برخوردی باشون میشه. اگر این بچه بخواد آب بخوره، چه جوری باید این آب بخوره، این آب چه جوری دست اون داده میشه. یا یک کسی که یک استاد، مخصوصا احترام به اساتید موسیقی. اساتید یعنی منظور این که هم کسایی که تدریس میکنن، حالا یه سریشون استادن، یه سریشون معلمن، مدرسن، هر جوری. اگر ایشون یه چای خاص بخوره یا یه قهوه خاص بخوره، چقدر احترام بهش گذاشته میشه؟ غذاشو خاص بخوره، آیا باید بره روی میز کهنه‌ای که خیلی کثیفه و اصلا در حد اون استاد نیست، بشینه دیوارو نگاه کنه این غذا رو بخوره؟ یا اینکه اگه یه وسیله میخواد خودکار بخواد، پوپیت را، آیا این پوپیت باید همیشه خراب باشه بیفته؟ آیا اون صندلی همیشه باید پاره باشه؟ آیا صندلی حتما دسته باید داشته باشه؟ بگه آقا یه صندلی بدون دسته بیاریم. ببینید اینا یه سری معضلاتیه که معمولا هم گفته نمیشه، ولی من مطمئنم که اکثر همکاران و اکثر دوستان من که دارن تدریس کنن و به لحاظ هنری در سطح بسیار بالایی هستن و خیلی قابل احترام هستن، متاسفانه این برخورد میشه. من اینها را هم همراه با همون دوست عزیزم جزء اولویت هامون بوده و دیگه حالا من همش توضیح نمیدم. این که حتی حضور غیاب چطور باشه، ایشون وقتی میان وارد آکادمی میشن چطور باشون برخورد میشه، همه اینا برای من یعنی مد نظر من بوده. دقیقا چیزی بود که من میخواستم به هم بگی، یعنی برام خیلی جالب بود این چیزی که تو الان مطرح کردی. یعنی تو در حقیقت داری فرهنگ و شعور یک هنرمند هم در کنار تدریس، در کنار آموزش در حقیقت ساز تدریس میکنی و آموزش میکنی. بسیار عالیه، بسیار بسیار عالیه. و اینکه خب الان چیکار کنیم؟ شما بگید، شما رئیسین دیگه، بگین هر کاری که دارد نیستم، شما خودتون رئیسین. رئیس خواهش میکنم یک کاری بکنیم که یه قطعه رو بزنیم، یه قطعه رو که بزنیم. من چه جدی حالا اینگار خود من سرکانه دارم، یه قطعه رو بزنیم که خودت خواهره داری و درده بزن دیگه، مثلا هر چقدر میخواهیم. باشه من یه ذره اینجا رو سعی رو انجام بده. Thank you.
خیلی خوب بود واقعا، مرسی، واقعا عالی بود. دست شما درد نکنه، بسیار بسیار خوب بود. این یه خود راجبش میگی چی بود الان چی نواخت؟ بله ببینید، این قطعه اسمش پدیده، سال 85 من ساختمش برای تار و گیتار فلامینکو و حالا یه سری پرکاشن سازهای کوبه‌ای هم همراهش. کلاته اینو من ضبط کرده بودم همون سال 85. اونتا قرار شد یه سری تغییراتی روش انجام بدیم. چند وقت پیش کنسرت دادیم این قطعه رو، ولی حالا راستش رو بخوای نوازنده گیتارش هنوز پیدا نکردم. یکی دو نفر از دوستان بودن که اومدیم تا وسط کار و بعد دیدیم که نمیشه، ولی خب امیدوارم که هر چیز زودتر نوازنده باشه. در حقیقت من کار دوتا ساز با هم داشتم، اینا سوال جواب بود، واسه یکیشو تار میزد یکیشو گیتار میزد. چه جالب، چه کامبینیشن خوبی میشه، چه هارمونی خوبی میشه. آره، همونطور خب ما صحبت کردیم قبلش دیگه، همونطور که برای تو توضیح دادم، اطلاعات من در ارتباط با موسیقی سنتی خب بسیار محدوده، ولی تفاوت بسیار فاحشی رو من طی این چندین شبی که با هنرمندان بسیار زیادی گفتگو کردم در سراسر دنیا، منظور من ایرانی ها هستن و غیر ایرانی ها، تفاوت فاحش رو حس کردم. کسانی که هنر رو به صورت آکادمیک یاد میگیرند، نه همه هنرها رو، تفاوت کارشون بسیار بسیار مخصوصه با اونهایی که در حقیقت به صورت انفرادی و این رو در حقیقت یاد میگیرن، یعنی خودآموزی میکنن. تو با من همعقیده هستی؟ یه خورده بر من بده. با من هم عقیده هستی راجبه. بله بله، کاملا. ببینید من اینو یه مقدار تغییرش میدم، چون این تفاوتی که میگین، من حتی یعنی حتی یه ویدیویی میبینم یا یه چیزی میشنم و متوجه میشم که اون معلومات آکادمیک پشت ذهن اون جان تا
تو اینو من اینجا خیلی مطرم قطعم، تو اینو متوجه میشی چون کارت اینه، منی که اصلا کارم این نیست، خیلی راحت میشه. به نوعی شنونده هم متوجه میشه. حالا چجوری؟ نمیتونه آنالیز کنه، رو کیفیت فقط نظر میده. که ببین شما وقتی یه تلویزیونی میبینی نیازی است که دکترای الکترونیک داشته باشین که بگی این خوبه یا بده. تصویر رو میبینی، تصویر واضح‌تر و کیفیت بهتر شما متوجه میشید که چی. این تاثیرم روی شنونده میذاره. بله خیلی تاثیر داره. حالا مخصوصا اینکه اگر که این تحصیلات آکادمیک وجود نداشته باشه و بعد اون شخص بیاد تعلیم بده موسیقی رو، خیلی صدمه میزنه، خیلی صدمه میزنه. یعنی متاسفانه خیلی آقا دیدم خیلی استعدادها به خاطر آموزش غلط و عموما هم این گونه افراد وقتی پیگیری کردم بالاخره میخوام خودم بدونم دیگه منشأ از کجاست. چون شما وقتی که موسیقی رو آکادمیک درس ندی یه چیز سختی میشه برای اون کسی که میخواد بپذیره. در زمین آموزش دارم میگم، حالا در زمین شنیداری که هیچ، اونم حالا خدمتتون عرض کنم. در زمین آموزش وقتی شما خودتون نتونید دستبندی کنید اون چیزی که میخواید آموزش بدید، برای اون کسی که داره آموزش میبینه بسیار مطلب پیچیده میشه، بسیار سخت میشه. و این ممکنه باعث بشه که اون استعداد فکر کنه که دیگه کار اون نیست و از پسش بردیم و بذاره کنار. متاسفانه خیلی این اتفاق افتاده. آره اینو من کاملا متوجه هستم. از کجا باید بفهمن آدم ها؟ مثلا من حالا من نه. حالا آدمی که میخواد بیاد یاد بگیره از کجا باید اینو بفهمه؟ ببینید باید پیشینه عملی اون معلمشو بررسی، چون الان هم راحت این کار کرد، تو فضای مجازی مشخص. یه نفری مثلا روی پروفایلش نوشته مدرس سنتور مثلا یا مدرس تار و آهنگساز و حالا خیلی چیز. بعد شما برو تو صفحش فقط عکسه. شما اگر که میگی مدرس تار، پس تار رو باید در حد قابل قبولی که حتی من مخاطب که هیچ اطلاعی از موسیقی ندارم وقتی نگاه کنم ببینم اقلا داره این کار رو انجام میده، اصلا ببینم لذت میبری یا نه. بالاخره موسیقی فقط برای موسیقی دانان نیست، بالاخره وجوهی داره که اصلا خیلی هم زیباست که برای همه است. خیلی هم زیباست که برای همه است. اون شخص مراجعه کنه به پیشینش. پیشینه نه پیشینه یه نوشتاری ها، مثلا میگه آهنگساز در سال فلان جایزه فلان رو برد، در سال فلان اینجوری. نه، بگی آهنگساز این آلبومشه، آهنگساز قطعه اینو ساخته، تازه بریم ببینیم اون قطعه رو گوش کنیم ببینیم که اون چیه. به این شکل یکی از راههایی که میشه بالاخره محک بزنه هنرجو استادشو از این طریق. چون من فکر کردم که شاید من تجربه خیلی زیادی ندارم اینجوری فکر میکنم، بعد متوجه شدم که نه اصلا این تفاوت فاحش رو من خیلی میدیدم در حقیقت. ببین من باید اینم داشتم صحبت میکردم قبل از لایو. ببین من معتقدم که تو در کشوری پیانو و کنسرواتوری رو یاد گرفتی که به محض اینکه اسم ارمنستان رو من میشنوم دو چیز به ذهنم میرسه، یکی الوریس چکنواریان هستش، یکی هم پیانو هستش. میتونست این دو نفر برای خود من جالبه های که اصلا شاید این دو موضوع اصلا بی تاثیر برای رفتن و یادگیری تو این کشور باشه، مثلا اولش پیانو. چرا ارمنستان؟ خب ببینید، خب قبلش تحقیقی کرده بودم راجع به آموزش پیانو و سطح نوازندگی پیانو توی ارمنستان و افرادی رو دیده بودم که اونجا تحصیل کرده بودم و نتایج خوبی گرفته. اینه که خب یه پیشینه هم داری، بالاخره ما با هموطنان ارمنیمون تو ایران در ارتباط هستیم باهاشون، بالاخره یه مقدار با خلق و خوشون آشنا هستیم، دوستای خیلی خوبی من داشتم ارمنی اینا. آره همه و هم استاد چکنواریان و ملک اصلانیان، استاد میناسکانیان بالاخره خیلی بودن اینا. بله همشون تأثیر داشت که من برم ارمنی.
چه خوب کاری هم کردی رفتی. من مطمئنم یکی از بخشای مهم زندگی تو در اون سالهایی بود که اونجا بودی، نه؟ بله بله از سختم، خیلی هم سخت. چرا؟ خب بالاخره من تقریبا تک و تنها رفتم بدون حمایتی، بدون چیزی. بالاخره میدونی که زندگی سخت، دوره اونجا بستی با همه اون مشکلات، و اینکه خب سطح نوازندگی اونجا هم بسیار بالا بود و یه مقدار اینکه شبیه به اونا بشین یه مقدار اون اولش خیلی سخت بود، یعنی همش هم سخت بود، استاندارداشون فرق داشت، ولی خب همه اینا آموزنده بود، با این حال همشون آموزنده. خیلی ممنون، خیلی سوال اومده ولی من نمیتونم اینجوری رهات بکنم که بری، چون من نمیتونم که قرار تو رو ببینم. خواهش میکنم، من میتونم از شما خواهش بکنم یه قطعه دیگه رو بزنی به یک نحو دیگه یا به صورت دیگه اگر اشکال نداشته باشه؟ بله 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 دست چپ دفعه بزنی، شوخی میکنم. مرسی. منم سوالا رو ببینم. ببین خیلی سوال اومده و حالا امیدوارم که بتونیم بعد از این برسیم. Thank you.
بسیار 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 ممنون، واقعا لذت بردم، بسیار خیلی همه کلی ابراز احساسات کردن، خیلی خیلی زیاد. من مثل که بشن فرصت ندارم. آیدین، یکی از گفتگوهای خیلی خوبم بود، بازم چیزت گرفتم. بسیار بسیار ممنون که پذیرفتی با من گفتگو بکنی و اینکه دوست داشتی گفتگو رو. بله بله حتما، خیلی ممنون از شما، ممنون از توجهتون به نکات مختلف، امیدوارم که ببینیمتون مجددا. منم همینطور عزیزم. حالا برای کسایی که دارن ما رو نگاه میکنن، میخوام خدافظی بکنیم. بله ممنونم از دوستان عزیز که همراهی کردن. ببخشید قطع دوم که زدم، من یه مقدار ساز کوک نبود، سعی کنم حالا کوکش کنم. انشالله همه عزیزان رو ببینیم به امید دیدار. آیدین مرسی. مرسی از شما. بذاری باید صحبت میکنم. خدا دوستان عزیز، با آیدین اولیان اسد داشتم صحبت میکردم. مرسی از زمانتون، مرسی از وقتتون. کلی سوال مثل همیشه اینجا اومده که من متاسفانه فرصت این رو نداشتم که بتونم در حقیقت به همشون پاسخ بدم. دوستتون دارم، مرسی از تمام ساپورتاتون. خدا نگهدار.